توی قسمت بعد یه نگاهی بکنیم به اتاقهای برنامه کالر. هر کدوم از این تب هایی که شما بالا میبینید یک اتاق به حساب میان توی کالر و یه روم گفته میشن در واقع. اولین قسمت شما ستاپ شما برای دیدن راش هاتونه، اگه خواستین اینها رو انتخاب بکنید و به طور مثال بیایید توی تایملاینتون قرار بدید، بیاریدشون اینجا. قسمت دوم پرایمری این شماست که کلیات تصویرتون رو از اینجا میتونید تغییر بدید. هر تغییری که اینجا شما اعمال بکنید توی تمام تصویر ایجاد میشه. قسمت سکندریز شما برای تغییر جزئیات تصویره. اگر بخواید یه چیز خاصی رو توی تصویر به صورت جزئی، یعنی در واقع عناصر خاص تصویر رو بخواید دونه به دونه تغییر بدید، و حالا مثلا من بخوام اینجا این بطری رو یه خورده رنگش رو نارنجی تر بکنم یا سرخ تر بکنم. قسمت بعدی شما کالر افکس، برای اینکه بخواین به تصاویرتون یه استایل تصویری خاص، همون ساختار از کلی تصویری که گفتیم رو اینجا میتونیم ایجاد بکنیم. به طور مثال به تصاویرمون یه به تمامی تصاویرمون یه حس بلیچ بای پس بدیم. حالا یا تغییرات دیگه که اینجا میتونیم اعمال بکنیم. پرایمری آت ما در واقع تغییرات لحظه آخری مان، برای اینکه فرضاً اگر توی کالر افکس یا سکندریز یه سری اتفاقاتی افتاد، مثلا اینجا سفیدی های من کلیپ شدن یا سایه های من کلیپ شدن، بتونیم از طریق پرایمری آت اونها رو یه مقدار دستکاری بکنیم و یه مقدار تغییرات لحظه آخری دقیقه 90 در واقع به وجود بیاریم. جیومتری شما برای شرایطی که میخواین زوم و پن دیجیتال انجام بدید، این تصور ممکن برای شما وجود داشته باشه که خب زوم دیجیتال خیلی چیز ناجوریه، خیلی بد دیده میشه توی تصویر. نمیتونم تضمین کنم که اگر شما یه زوم خیلی عجیب توی برنامه کالر انجام داده باشید خیلی خوب میشه توی تصویر، اما نحوه محاسبه زوم روی تصویر توی کالر فرق میکنه. پیکسلی به اون معنایی که شما توی برنامه های دیگه دیدید نیست، یه فرمول دیگه رو استفاده میکنه، هرچند که خیلی طبیعتا اگر شما زوم بکنید دیده میشه. اگر خواستید از یک وینیت خاص، یعنی به طور مثال اینجا به جای این دایره اگر خواستید از یه شکل خاصی استفاده بکنید، مثلا فرم این لیوان رو خودتون طراحی کنید و بکشید، میتونید اینجا از شیپس این کار رو انجام بدید. و برای ترک کردن چیزهایی که در تصویرتون در حین حرکتن، مثلا صورت یه نفر رو شما اصلاح رنگ کردید، میخواید همونجوری اون اصلاح شده با صورت حرکت کنه، اینو از طریق تراکینگ اینجا میتونید انجامش بدید. استیل استور شما برای گرفتن یه فریم از تصویر شما، اینجا اگر بیاید و سیو رو بزنید یه فریم از تصویرتون رو اینجا ذخیره میکنه که بتونید با شات های دیگه تون، شات اصلیتون یا حالا هر چیز دیگه که خواستید مقایسه بکنید. من اینجا فرضاً این بلیچ وای پس رو ور میدارم و از طریق استیل استور میتونم ببینم که در واقع قبل و بعدش تصویرم چه تغییری کرده بوده. اگه خوشم اومد میتونم اون تغییرات رو اعمال بکنم یا اعمال نکنم. و رندر کیو شما برای رندر کردن تمام تصاویرتون و خروجی گرفتنشونه. معمولا ما سیستم کاریمون به این صورته که از اینجا شروع میکنیم، دونه به دونه میریم تا انتها. خب این هم یه نگاه کوتاه به تمام قسمت‌های مهم کالر.